شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای مهندس صادق نقاشکار از فعالین حقوق بشر در هلند هستیم. جناب مهندس صادق نقاشکار، با سلام و درود و با سپاس از حضورتون در این گفته. سلام به شما و شنوندگانتون در ایران و اقصانقات جهان. سلام ها و درودهای گرم و صمیمانه خودم رو نثار تک تک اونها می کنم. جناب نقاشکار، لطف کنید بفرمایید بپردازیم به خبرهای ایران و به ویژه خبرهای نقض حقوق بشر. بله، همینطور که می دونید که ما در ماه خرداد هستیم، ماهی که به هر حال تو چند سال اخیر حوادث و اتفاقات مهمی در اون روی داده و بعضی از اونها خونبار بوده برای رسیدن به آزادی، به خصوص حوادثی که در سال 88 روی داد و شاهد کشتار بی‌محابای مردم ایران در خیابان‌های تهران و شهرستان‌ها بودیم و اینکه علناً دستور این کشتارها را خود ولی فقیه علی خامنه‌ای در نماجمه‌ای که 29 خرداد بود صادر میکرد. ولی موضوع مهمی که هست این که روز 22 خرداد یک حرکت اعتراضی در حال قرار شکل بگیره و اینکه جا داره که روز فلواقع یک شنبه 22 خرداد ما و جا داره که به صورت گسترده در این حرکت اعتراضی شرکت کرد، البته که با صدای رسا، صدایی که خاص ملت ایران رو همون آزادی، عدالت و استقلال هست رو بلند کرد و اینکه سرکوبگران و جنایتگران، جنایتکاران حاکم بر میهنمون بدونن که ملت ایران در همونطوری که در طی این 30 سال خونهای زیادی رو فدای آزادی کرده و برای رسیدن به حاکمیت ملی هر بهایی را حاضر بپردازه و خواهد پرداخت، توی این روز باید به شکلی گسترده و عیانش کرد. و می‌دونیم که شرایط فعلی که اینها درش حاکم هستند به حدی شکننده و مرگباره که حتی یک مراسم تشییع جنازه سنتی رو نمیتونن برتابن، به خاطر که ترس و وحشتی رو که از اون تجمع مردم دارن و میدونن این تجمعات یا حرکت‌های اعتراضی میتونه بنیان کم باشه و قطعاً تو شرایط فعلیشون که به هر حال اون شبقه‌ها و اون درگیری‌های قدرت که روزانه ما شاهد اون هستیم، نه پشت پرده عیان و از رسانه‌های خودشون و نیروهای سرکوبگرشون رو گیج و مبهوت کرده، هرچند که وزارت اطلاعات سعی داره با بزرگ نمایی و قدرت نمایی پوشالی مسائلی رو مطرح کنه که بخواد اون قدرت نداشته رو به رخ مردم ایران بکشه و به شکلی اعلام کنه که قدرتمنده و میتونه کاری رو انجام بده. از جمله در آخرین قدرت نمایی که کرده دستگیری یک وبلاگ نویسی که میگه در اعتراضات شرکت کرده و نسبت دادن کماف سابق جوانان و مردمی که برای آزادی، استقلال و عدالت خودشون مبارزه میکنن و خون خودشون رو فدا میکنن به بیگانگان و غیره. پس این روز رو نباید گذاشت که بی سر صدا یا بنابرای گفته بعضی ها سکوت که معنی و مفهومی نداره. کسی نمیتونه برای مردم ایران تعیین تکلیف کنه که کجا باید فریادش رو سر براره و کجا بر نیاره. اون مردم هستن که تصمیم میگیرن
و قطعا روز 22 خرداد هم تصمیم خواهند گرفت و اون صداها و فریاد ضد دیکتاتوری، دیکتاتوری که خونخوار و سفاکه و ما شاهد جنایتهاش روزانه فی الواقع هستیم. بله. اعدام هایی که در هفته های گذشته به اجرا گذشته در شهرهای مختلف و به خصوص روی آوردن به اعدام‌ها در ملأ عام، همه این ایجاد چنین شرایطی یا ایجاد چنین سرکوب و اعدام‌های گسترده هدفش یک چیز هست که بارها به آن تأکید کردیم و اون ایجاد رعب و وحشته، به خصوص در آستانه روزها یا مناسبت‌های ملی و میهنی که اعتراضاتی در پیشه و سعی میکنه که اون پیشا پیش اقدام به این جنایت ها کنه که شاید بتونه مردم رو مرعوب کنه و هر بار هم ما شاهد اون بودیم که پس از اون اعدام های گسترده و گروهی چه زندانیان سیاسی و یا قربانیان خودش متعاقب آن شاهد اعتراضات گسترده و غیر قابل تصور برای خودش که فلواقع اون رو گوشه رین قرار داده. پس مناسبت هایی که از 22 خرداد شروع میشه، 25 خرداد، 30 خرداد که روز شهادت ده ها جوانی آزادیخواه که سال 88 در خیابان ها به خاک خون کشیده شدن که روز قبلش خود علی خامنه ای بود دستور اون رو از نماز جمعه داد، و این مناسبت ها رو باید گرامی داشت و آغازی باید باشه برای حرکت های بعدی. البته باید به این مسئله توجه کرد که شرایط فعلی شرایط چند سال پیش نیست، حتی چند ماه پیش نیست. ما حتی شاهد هستیم که ارگان های سرکوبگرش مثل نیروی انتظامی، سپاه پاسداران، بسیج و نفراتش روز به روز در لیست های ناقضین حقوق بشر قرار میگیره و قطعا خب تبعات حقوقی و سیاسی برای اون خواهد داشت و دست اونها را کاملا میبنده که بتونه مردم ایران از حقوق خودش دفاع کنه و البته اونها را هم اجازه نخواهد داد که بتونه با دست باز که قبلا فلواقع چشم ها و گوش ها بسته بود که در محافل حقوق بشری و غیره و اینها به راحتی دست به کشتار میزدن، در حال حاضر پروژکتورهای بین‌المللی بر روی اونها متمرکز شده و اونها قادر نیستن و نخواهن بود. پس یک اراده ملی میخواد، یک حرکت گسترده میخواد که این حرکت خود اونها هم بهش اذعان دارن و اگر نگاه کنین در صحبتها، سخنرانیها و گفتهاشون که روزانه و اشکال مختلف این رو بیان میکنن و اعلام میکنن و وحشت خودشون رو بیان میکنن. شما نگاه کنید در روزهای اخیر یا هفته‌های اخیر ما شاهد این هستیم که نیروی سرکوبگر نیروی انتظامی یا سایر نیروها به خونه‌های مردم یورش می‌برند به خاطر جمع‌آوری آنتن‌های ماهواره‌ای و می‌دونید که یکی از حداقل‌هایی که مردم بتونن خبرها و یا اخبار رو خارج از اون دروغ و فریب و نیرنگ‌هایی که از تلویزیون و رادیوشون بیان میکنن از دنیای آزاد بشنون یا متوجه اخبار ایران بشن. و خب ببینید وحشت این رژیم تا چه حد رسیده که به هر حال تو روز روشن به خونه حمله میکنه، اون اعمال وحشیانه و غیر انسانیشو به شکل اینکه جمع‌آوری ماهواره ها و یا رسیورها و یا پشاوای ماهواره ای این گونه یک نوع رعب و وحشت جدید رو ایجاد کرده، یا اشکال مختلف همانند اعلامی که این شکنجهگر اردوگاه مرگ کهریزک رادان، تهدیداتی که معمولا هم علیه زنان آزاده میهنمون شروع میکنه، به اینکه اعلام کرده 25 خرداد اون تهدیدات پوچ و تو خالیشون که هر ساله شروع میکنن تحت لوا و نام بر حجابی یا بی حجابی و سعی داره از اونجا نقطه سرکوب و جنایتش رو شروع کنه و هدف از اون هم، هدف از این گفته‌ها و تهدیدها چیزی غیر از اون نیست که ترس و وحشتی رو که
که در دل اینها وجود داره به خاطر اعتراضاتی که مناسبت‌های مختلف که ما در هفته‌های آینده پیش رو داریم. بله. از طرف دیگه خب ما شاهد این هفته‌ای که گذشت اعتراضات گسترده دانشجویان تو دانشگاه فردوسی مشهد بودیم. پس از اون عمل بالواقع غیر انسانی و ضد بشری که تعدی به یکی از دختران دانشجو در محوطه دانشگاه روی داد، تجاوز به دختر دانشجو در محیط دانشگاه با ضرب و شتم و خشونت چه جهنمی است و باعث خشم و انزجار دانشجویان دختر و پسر این دانشگاه شد که در دو تجمع گسترده این عمل را محکوم کردن و خواهان این بودن که عاملین مصدر دستگیر و شناسایی بشن و کماف سابق اینها سعی کردن این مسئله را لوس کنن و به شکل دیگری بیان کنن، در صورتی که میدونید اگر ریگی در کفش نداشتن، دخالتی در این قضیه نبود، حداقل این اطمینان خاطر را یک خواست حداقلی است به دانشجویان میدادن که ما این رو تحقیق میکنیم، پیگیری میکنیم و معرفی میکنیم، نه اینکه هنوز هیچ کاری نشده، هیچ عملی صورت نگرفته این رو رد میکنه. پس کسی باید انجام داده باشه و دست کسی در کار باشه که میخواد این جنایت رو بپوشونه و قطعا حراستی که اگر دانشجویی تو دانشگاه بخواد حرکت اعتراضی صنفی رو داشته باشه یا سیاسی داشته باشه، بلافاصله دستگیر میشه، روانه شکنجه‌گاه ها میشه، تو سلول های انفرادی قرار میگیره و یا این که تعلیق میشه و اخراج میشه. چگونه است که دختری که در حیطه دانشگاه اینگونه مورد تعدی قرار بگیره و به این مسئله و این جنایت شنی رسیدگی که نشه، هیچ سعی در قلب موضوع انجام بده و این که عنوان کنه و مطرح کنه که ایشون زمین خوردن و چه این چیزی رو نبوده. پس قطعاً میتونه این نتیجه گیری رو آدم بکنه وقتی کسی که حاضر نیست در این باره تحقیق کنه، کسی که نمیخواد عوامل این رو معرفی کنه و مشخص کنه، دست خودش در کار هست و در این جنایت هست. ما فراموش نکردیم که اون معاون دانشجویی که در دانشگاه زنجان فی‌الواقع مددی که در حال تعرض به یکی از دختران دانشجو بود که با فی‌الواقع اعتراض دانشجوها و حضور دانشجویان او رو مانع تعدی این فرد جنایتکار شدن و نهایتاً شاهد بودیم دانشجویانی که ممانعت کردند و این فرد رو معرفی کردن دستگیر، زندانی و شکنجه شدن. بله. دلیلی میتونه همین مسئله رو در دانشگاه مشهد میتونه همین باشه، اون هم شیوه های سرکوبگرانه و به خصوص دانشجویانی که به هر حال تلاش و کوشششون هدفشون برای آزادی میهنشون و آزادی بیشتر و عدالت هست و اعتراضاتشون رو ما در تاریکترین لحظه ها و زمان های تاریخ شاهد بودیم و شاهد هستیم. همچنین در هفته ای که گذشت فی‌الواقع فشارها و اذیت و آزارها علیه زندانیان سیاسی ادامه داشت. از جمله اونها آخرین موردی که فی‌الواقع میشه بهش اشاره کرد، یکی از زندانیان سیاسی که قطع نخاع هست رو در حال درمان بود، درمان اون رو متوقف کردن به دستور بازجویان وزارت اطلاعات و دادستانی رشت و اون رو به زندان لاکان رشت منتقل کردن. ایشون در شرایط حاد جسمی هستن و اینکه خود پزشک قانونی کمیسیون پزشکی کتباً به اینها اعلام کردن که ایشون قادر به تحمل حبس نیست و بهداری زندان، ببینید این موارد، این ارگانها ارگانهای دولتی است، یعنی فی‌الواقع ببینید به چه نقطه‌ای رسیده که اینها تا
تایید میکنن یا کتبن مینیسن. بله. اداره زندان اعلام کرده که ما شرایطی رو چه شرایطی به نگهداری زندانی نداریم و بارها این مسئله رو تاکید کرده، ولی تاکید بازجویی وزارت اطلاعات و دادستان انقلاب رشید مبنی بر نگهداری زندانی در شرایط غیر انسانی که در اونجا وجود داره. ایشون 2 خرداد ماه با این وضعیت جسمی که قادر به حرکت نیست و برای صندلی چرخدار قرار داره و محکوم شده بود به 51 ضرب شلاق، این ضربات شلاق رو علیه او به اجرا، عمل غیر انسانی و غیر قابل تصور رو علیه او به اجرا در آوردن. بیان این که خبرنگار زندانی مسعود باستانی رو ما پنجشنبه 2 هفته گذشته بود که در مقابل چشمان همسرشون و مادرشون مورد ضرب و شتم قرار دادن و ضرب و شتم اون به حدی شدید بود که ناچار شدن ترس از اینکه خونریزی مغزی کرده باشن به بیمارستان منتقل کردن و پس از بازگردون از بیمارستان اون را به سلولهای انفرادی منتقل کردن که نهایتاً خوب با اعتراضات و شرایطی که در بند و اونجا وجود داشت ناچار شدن که اون رو باز کردن. و یا زندانی سیاسی زهرا جباری، ایشون از دستگیر شدگان 27 شهریور 88 که در جریان اعتراضات گسترده بود و مدتی رو در سلول‌های انفرادی و سپس به زندان محکوم شدن، ایشون در زندان دچار ناراحتی قلبی حاد و رماتیز شدن و شرایطشون روز به روز وخیمتر شد. و باز هم در این مورد ما شاهد این هستیم که کمیسیون پزشکی که این هم از طریق خود دادستانی و یا پزشک قانونی که باز هم از طریق اینا مأموریت داده شده بود که مشخص کنه وضعیت شرایطشون رو، اون اعلام کرده بود که ایشون قادر به تحمل حبس نیست و باید به یکی از بیمارستان‌ها به سرعت منتقل بشه. علارغم این که از فروردین ماه این مسئله رو، این درخواست کتبی داده بود، تا به حال هیچ اقدامی در مورد ایشون انجام ندادن. خانم جباری در فروردین ماه بود که به خاطر دادن قرص اشتباهی، حالا یا عمدی یا اشتباهی، در کما فرو رفت و چندین روز در این شرایط بود که خوشبختانه سلامتشون رو تا یه حد، یعنی از کما تونستن خارج بشن.